خب در اینجا برنامه طبق نقشه قبلی میریم که داشته باشیم صدای بی صدایان را و شما میتونید برای شرکت در برنامه با تهیه کنندگان ما تماس بگیرید. شماره بذارید، ما براتون یه لینک خصوصی فقط برای شخص شما میفرستیم که یه راست میاره شما رو اینجا تو برنامه دیگه، این شما و این میکروفون من که بگویی هر چه میخواهد دل تنگت و از این حرفا. علل حساب امشب اگر بحث جذاب شد، شما هم حالی بود، صحبتی بود، حسی بود، میتونید به این ترتیب با ما تماس بگیرید. ما هر روز در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال موضوع برنامه رو برای شما اعلام می‌کنیم و از شما خواهش داریم که اگر در مورد موضوع برنامه حرفی سخنی است با ما تماس بگیرید. اگر نبودیم، تماس گرفتیم، ما نبودیم و نشیم، خب پیامک بزنید، ما باهاتون تماس می‌گیریم و باقی ماجرا. امروز پرسیدیم بعد از خیزش زن زندگی آزادی چه چیزی در زندگی شما تغییر کرد؟ تو همین شیشوبش بودیم که فهمیدیم بسیاری از زنان ایران در دومین سالگرد کشته شدن مهسا امینی در شبکه‌های اجتماعی کارزاری به راه انداختند و تصاویر خود را بدون حجاب اجباری با این توضیح منتشر می‌کنند. آنها می‌نویسند: من یک نفرم، یکی از بیشمار زنان شهر. خب امشب هم ما به سه نفر اول شروع میکنیم تا ببینیم به کجا میرسیم. در مورد این موضوع امروز برنامه ما، فاطمه از تهران که دیشب اومد نرسیدیم که باش کامل صحبت بکنیم و دوباره دعوت کردیم. فاطمه، در مورد موضوع برنامه چی فکر میکنی؟ سلام عزیزم، خوبی؟ مرسی. من خب بعد از زن زندگی آزادی چه چیزی در زندگی شما تغییر کرد؟ تو اونجا که داری زندگی میکنی؟ من اولی نکته رو میتونم بگم؟ بگو عزیزم. دیشب بعد از اینکه حرف زدم یه اتفاق جالب افتاد. بگو. حالا متاسفانه خوشبختانه یکی از نزدیکانم فهمیدم که ارزشیه و بعد از اینکه اومدم اینجا حرف زدم کلن بلاکم کرد. خب دیگه بالاخره آدم از نزدیکان این چقدر نزدیک، حالا نمیخواد با جزئیات بشی، متاسفم. ناراحتی؟ دوستش داشتی؟ نه اصلا برای مهم نیست، چون شناختم چجور آدمی هستش. ولی چقدر خوب رو صدات تو رو شناخته. صدای خیلی اصلا صدات خیلی زیب، صدای خوبی داری دیگه، صدای خیلی قابل تشخیصی داری، به خاطر همون شناخته شما رو. ببین در مورد موضوع برنامه ما نظرت چیه؟ میتونی این مشاهدات تو به ما بگی؟ چون من میدونم که دیشب اومدی، من میدونم شما 18 سالته، درسته؟ بله. میخوام من فاطمه جان به ما بگی که بعد از زن زندگی آزادی چه چیزی دور و برت تو زندگی تغییر کرده، تو اون شهر تغییر کرده، این مشاهدت رو من میگی لطفا. حالا که من 18 سالمه، میخوام توی مدارس رو بگم اگه اشکال نداره. بفهمی، خواهش میکنم. موقعی که اتفاق افتاد یادمه که ما یک مدیر داریم تو مدرسه که اندازه خامنه ای سنشه. خب بعد یکی از چون رشتم تجربی هست، بله. دبیر زیستمون بکنید وسط درس یهو میپره مثلا در مورد خامنه ای حرف میزنه، واقعا نمیفهمم چه ربطی داره. خب منم واقعا متوجه نشدم ربطش رو. بعد بکنید من نمیشنم.
آره بعد مثلا میپره به خامنه ای، بعد در مورد اسرائیل حرف میزنه که مثلا بخواد ما رو قانع کنه، و ما ببین چند بار خب از کلاسش پاشدیم رفتیم. آره نه آخه میدونی ما آخه زمان ما هم اینطوری بود دیگه. مثلا یک سری معلم های پرورشی بودن، یک سری معلم های چند جور معلم داشتیم، یک سری معلم های بودن که خب با سیستم نبودن، یک سری معلم های بودن که بودن و همیشه میخواستن ما رو شستشوی مغزی بدن و اونا همیشه هستن. ولی من برام جالبه که مشاهدات خودت از شهر دور اطرافت بهم بگو. قبل زن زندگی آزادی اون موقع مثلا چند سالت بوده؟ 16 سالت بود درسته، الان که 18 بله. سالته، این آیا تغییری حس کردی؟ چیزی دیدی؟ قطعا تغییر که بله خیلی، چی مثلا تو مثلا؟ همسان سالای خودم میتونی؟ بعضی ها بعد از خیزش مثلا دوست های خودم قشنگ فکرشون تغییر کرده، همشون کلا طرز چه زندگی جوری تغییر کردنشون، کرده؟ فکرشون همه چی، چه جوری فکرشون تغییر کرده؟ مثلا چجوری بگم، هر جوری راحت تری همون جوری بگو. خب میخوای فاطمه جان یه ذره فکر کلا کن به این مثلا حتی قضیه، روش نه یه جان ذره فکر کن به این سوال من. من دوباره برمیگم برم از سارا از دبی با ما تماس گرفته. سارا جان خیلی خوشحالم اومدی. در مورد برنامه ما و سوال برنامه ما چی فکر میکنی که بعد از زن زندگی آزادی دور و بر شما چی تو زندگیتون و تو جایی که زندگی میکنید و اطرافیانت اینا عوض شده؟ آیا شده چیزی عوض شده؟ نشده؟ سلام کنم مرسیم، سلام وقت سارا جان. بخیر. اول که بگم خیلی خوشحالم که شما رو من واقعا رو صفحه تلویزیون میبینم. خواهش میکنم از مرسی. زمان جنبش ملی خواهش میکنم. من خب ایران بودم. بله. ببینید یه اتفاق خیلی بزرگی بود، اینکه شما قبلش خیلی ساده کشور همیشه اوکی، حالا نمیگم اوکی یعنی همه داشتیم زندگی عادیمون رو میکردیم، شب خوابیدیم صبح بلند شدیم یهو یه چیز دیگه شد و انقدر تون تون داشت این اتفاق رخ داد، یعنی شد تظاهرات، بعد یهو کش و کشدار، بعد نیروهای امنیتی که به طرز وحشتناکی رحم نمی کردن و ما اینا رو داشتیم از نزدیک حس می کردیم و فرصت هم نمی کردیم که خودمون بیایم ببینیم چه خبره. اما صحبت فاطمه جان خیلی درسته، منم خواستم بهتون بگم شاید منی که حالا دو دهه قبل از نسل زد به دنیا اومدم، سال 88 96 و خیلی اتفاقای دیگر رو دیدم، اما اتفاق زن زندگی آزادی خیلی از اطرافیان ما رو بهمون نشون داد. یعنی چه و جوری؟ من از این چه بابت جوری خیلی بتونم شوکه شدم. چه جوری یعنی موقعی بود یعنی منظورت چیه نفهم؟ ببخشید صدام با تأخیر میاد، من نمیخوام قطعت کنم. آره بفهم. معذرت میخوام بفهمید. اوکی بگو. خب اولش که تظاهرات شلوغ قلوغ شد و بعد اتفاقا پشت سر هم داشت میافتاد، یعنی اینترنت قطع شد 10 روز، اصلا نانستاپ ما با هیچ جا ارتباط نداشتیم، یه چیز خیلی وحشتناک، یعنی خیلی ترسناک شد. اما اون لحظه‌ای که شروع کردن توییت زدن و هشتگ مهسا امینی و شما به خودتون اومدید که دنیا داره خبردار میشه. بله. دنیا خیلی سریع داره متوجه میشه که اوکی یه جایی هست که نه تنها زنها کامبیترا، من باید بگم پسرهامونم واقعا کمک کرده. من به بله. چشم میدیدم که پسرها پا به پای زن اومدن و اونجا حالا زخمی میشدن، هزار یک اتفاق دیگه. اما کم کم آدمایی بودن که می اومدن وقتی تو استوری میکردی آنفالوت میکردن. بله. آدمایی بودن که مسیج رو شروع میشد که بابا بی خیال حالا هستی، حالا اینم مثل سالهای قبل میاد، ولی اونجا دیگه این قضیه نبود. اینجا آدما رو داشتن خیلی تونتون میکشتن. بله. یعنی شما شب که میخوابی صبح بلند میشدی میدیدی یه نفر رو اعدام کردن. و انقدر این داشت سریع اتفاق میافتاد که من هنوزم احساس میکنم خیلی از ماها هنوز اون وضع و حالمون خوب نشده. مرسی سارا جان. بریم به رولا از بلژیک. رولا جان صدای من میشنوی؟ مرسی که با ما تماس گرفتی. نظر در مورد سوال برنامه چیه؟ موضوع برنامه اینه که بعد از خیزش زن زندگی آزادی چه چیزی در زندگی شما تغییر کرد؟ درود بر شما کامبیز عزیز، خیلی خوشبختم که در برنامه دوم با شما هم کلام میشم. مرسی عزیز. کامبیز عزیز، بعد از ماجرای زن زندگی آزادی حقیقت اینه که زیست فرهنگی و اجتماعی مردممون
به شکل خیلی عجیبی دچار تحول شد. و خب ما هم به عنوان یک بخشی از این جامعه، به عنوان بخشی از جامعه که در کار ارتباطات و رسانه هستیم و هنوز هم داریم کار میکنیم، از این قاعده مستثنا نبودیم. بله. من 2 سال قبل از جنبش زن زندگی آزادی از ایران خارج شدم، ولی میتونم به عینه بگم که بعد از این جنبش نگاه های بین المللی، از قشر سیاست مداران بگیرید تا عوام مردم و الیت جامعه در جوامع اروپایی، واقعا نسبت به جامعه ایران و جوانان ایران یک تفاوت بسیار بزرگی شد. چجوری عوض بسیار شد؟ بزرگ. چجوری؟ یعنی ببینید، مهمترین عاملش این بودش که کامبیز جان، جنبش زن زندگی آزادی یکی از مدرن‌ترین انقلاب ها، یکی از مدرن ترین جنبش هایی بودش که جهان تا کنون به خودش دیده بود، به این دلیل که با محوریت زن انجام شد. بل. و این که توی این جنبش اون شعار زن زندگی آزادی محور قرار گرفت و به اون بها داده شد، کل اذهان عمومی جهان رو نسبت به خودش معطوف کرد و به نوعی فهمیدن که جامعه ایران، بدنه جامعه ایران چقدر مدرن و درست داره فکر میکنه. خب مرسی رولا جان. فاطمه جان اگه حرف دیگه ای نداری، به سوالم اگه فکر کردی به نتیجه رسیدی بگو، اگر نه ما بریم. فکر میکنم امیر از ترکیه هم داریم و علی از تهران رو، درسته امید؟ بله بله. فاطمه جان مرسی تماس گرفتی با ما. اگه حرفی نداری من برم با امیر از ترکیه و علی از تهران صحبت کنم. اگه داری من وای میستم باهات حرف میزنم عزیزم. نه همین حرف کوتاه میزنم بعد میرم. بفهم. آره کلا همه چی تغییر کرد. در حال مثلا ما خیابون میرفتیم، قبل خیزش کسی زیاد مثل روزای عادی بود، ولی مثلا بعد خیزش همه سعی کردن با هم دیگه دوست باشن، رفیق باشن، هوای همو داشته باشن و کلی اتفاقای دیگه. مرسی فاطمه جان، خیلی تشکر میکنم اومدی. بازم بیا یا اینجا هر وقت خواستی بیا اینجا، ما بلاکت نمی کنیم، ما از اون آدم ها نیستیم. هر وقت دوست داشتی بیا. امیر از ترکیه اینجا هست. امیر جان سلام عرض می کنم. سلام کامبیز جان، وقتتون بخیر. خوبی عزیزم، مخلصیم. نظرت چیه بعد از زندگی آزادی، چه چیزی در زندگی شما تغییر کرد؟ ما 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم، بابک هم داریم از مشهد، میثم هم داریم از اتریش، یه دقیقه به ما بگو. آره و این شخصی که خب من چون حدود 9 سال الان تو ترکیه در قالب پناهجو دارم زندگی میکنم و متعاقبا شاید اگر یه برنامه داشتی در مورد پناهنده ها و پناهجوها باشه بهتر بتونم اظهار نظر بکنم، ولی یعنی تو این قضیه نبودم. ولی که اندازه خودم کاری که کردم توی ترکیه میدونی شرایط با بقیه اروپا فرق میکرد و به نوع اعتراض سخت بود، ولی خب من توی 2 تا فول ماراتون توی استانبول به یاد نیلوفر حامدی خبرنگار انتقال دهنده عکس مهتاب بینا امینی دویدم و متقاربا پارسالم برای بزرگداشت جنبش زن زندگی آزادی هاف ماراتون اتوبان جان اف کندی استانبول رو دویدم. دست در نکنه واقعا. بس در زندگی تو اینجوری تغییر کرد که تو فورست گامپ شدی. ورزشگاه ها دقیقا این پروسه فارستان. آره. خب کارم کرد دیگه دقیقا. آره. همینجوری بود. بعضی موقع ما زیاد باید شنا کرد. امیر جان دمت گرم، ما زیاد وقت نداریم. بابک هم مشهد. بابک جان چطوری عزیزم، حالت خوبه؟ در مورد زندگی آزادی چیکار کرد؟ عزیزم بگو، زیاد وقت نداریم، بگو زن زندگی آزادی چیکار کرد؟ چه تغییری در زندگی تو یا پیرامون تو ایجاد شده؟ من اینو اول بگم که من 50 سال قبل قطعا اینجوری نبود، 50 سال آینده هم اینجوری نیست، ولی حال حاضر یکی از سخت‌ترین کشورهایی که توش میشه زندگی کرد ایرانه. چرا؟ و یکی از سخت‌ترین شهرهای باز اون سخت‌ترین کشوره مشهده که خودت هم یار اگه کار اینجوری نکو ولی... با ما چرا مشهده بین با حالی؟ خب فعلا که اینجوری، حالا قطعا در آینده نه، ولی آره میفهمم 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 چی میگه. آره دیگه شهر بسته یه دیگه به خاطر مذهبی بودنش. ولی بعد این اتفاق چیزی که من به چشم دیدم اینه که رفتار پسرها با دخترها خیلی چی میگن شفقت با هم همدلی
یعنی یه دختری خیلی طرف خوبه ببینه دیگه. که آره. موهاش بیرونه یا لباسش آزاده یا مثلا یک حالت راحتی را میره، خیلی فوکوس روش نمیشه، خیلی آره. راحتتر باش برخورد میشه، خیلی سعی میکنن بابک جان مرسی باشن. مرسی در صورتی قبل این جریان چی نبود. مرسی عزیزم.